با درودی گرم بر بینندگان عزیز تلویزیون برابری. دیکتاتوری پرولتاریا بدیل دموکراسی بورژوایی، گفتاری به مناسبت روز جهانی کارگران. امروزه آنچنان از دموکراسی صحبت می کنند که گویا محور جهان همین دموکراسی بورژوایی است و دموکراسی پرولتاریا یا دیکتاتوری پرولتاریا معنی و مفهومی نداره. آیا ببینیم به این جوره است و این گونه است؟ نخست نگاهی بندازیم به اون چی که مارکس در مقدمه مانیفست کمونیستی نوشت، یا مانیفست کمونیستی که به امضای وی و انگلز منتشر شد، با این بیانیه شد: تاریخ جوامع تاکنونی تاریخ مبارزه طبقاتی است، آزاد و برده، نجیبزاده و عامی، ارباب و رعیت، استادکار و شاگرد، و خلاصه ستمگر و ستمکش در رودررویی دائمی با یکدیگر قرار گرفته و دست به مبارزه بیوقفه، گاه پوشیده و گاه آشکار زدند، که هر بار یا به دگرگونی انقلابی کل جامعه یا به نابودی مشترک طبقات در ستیز منتهی شده است. در دوره‌های پیشین تاریخ تقریبا در همه جا به یک تقسیم بندی کامل جامعه به مقامات مختلف، به درجه بندی گوناگونی از موقعیت‌های اجتماعی برمی‌خوریم. در روم باستان نجبا یا اشراف، شوالیه‌ها، عوام و بردگان. در قرون وسطا یا سده‌های میانی اربابان فئودال، تیولداران، استادکاران، شاگردان و رعایا. حتی در درون هر یک از این طبقات درجه‌بندی‌های خاصی را داریم. جامعه بورژوایی کنونی که از فروپاشی جامعه فئودالی برآمده، تضادهای طبقاتی را از میان نبرده، بلکه طبقات جدید، شرایط جدید ستمگری و اشکال جدید مبارزه را جایگزین آنها کرده است. با این حال عصر ما، عصر بورژوازی، این مشخصه را دارد که تضادهای طبقاتی را ساده کرده است. کل جامعه بیش از پیش به دو اردوی بزرگ دشمن، به دو طبقه بزرگ مستقیما رو در رو تقسیم می شود: بورژوازی و پرولتاریا. با صدور بیانیه کمونیستی از جانب مارکس و انگلز در جریان انقلاب 1848 که چند کشور اروپایی را در بر گرفت، دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان مرحله‌ای گذار و برزخی از انقلاب سوسیالیستی برای درهم شکستن ماشین سرکوب بورژوازی در انقلاب پرولتاری و بنای ساختمان سوسیالیسم در این بیانیه مطرح شد. بنابر این بیانیه، تاریخ اجتماعات بشری را مبارزه طبقاتی رقم می‌زند و دولت مقوله‌ای است طبقاتی،
کار هژمونی و تأمین کننده منافع یک طبقه. از این روی طبقه پرولتاریا هم پس از روی کار آمدن، جدای از اینکه چگونه روی کار بیاد، میباید از منافع خیش به عنوان منافع یک طبقه پاسداری کند و برای برقراری نظام سوسیالیستی با سازی نظم نوین جامعه در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و فرهنگی، انجام وظایف ناتمام انقلاب بورژوا دموکراتیک، یعنی مبارزه با همه اشکال تبعیض‌آمیز اجتماعی و پایان دادن به همه اشکال نابرابری جنسی، قومی، ملی و منطقه‌ای اعمال قدرت نماید. این اعتبار پرولتاریا هم با عنوان طبقه اکثریت در یک جامعه در مرحله گذار برای جلوگیری از بازسازی ماشین سرکوب بورژوازی شامل ماشین نظامی، انتظامی، امنیتی و دیوان سالاری حاکم بر کشور، برای پایان دادن به کنشگری سرمایه داری و استثمار انسانی، مبارزه با ایدئولوژی‌های رنگارنگ طبقاتی از بورژوازی تا مذهبی و از فئودالی تا نژادی و فاشیستی که هر کدام به نوبه خود می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت سرمایه‌داری، تجدید مناسبات استثماری، تشدید ستم طبقاتی و ترویج خشونت در جامعه باشد، به ناچار و ابزار سرکوب روی می آورد. جوهر استدلال کارل مارکس و فردریش انگلس به عنوان آموزگاران اصلی سوسیالیسم و ولادیمیر لنین به عنوان رهبر و مبتکر نخستین انقلاب تاریخی پرولتاریا در دفاع از دیکتاتوری پرولتاریا بر این محور در چرخش است که دولت مقوله ایست تاریخی طبقاتی، مدافع منافع تاریخی یک طبقه و تأمین کننده فرمانروایی و هشمونی یا برتری مطلق یک طبقه بر دیگر طبقات و لایه‌های اجتماعی. از این روی دموکراتیک ترین دولت‌های جهان هم با وجود همه کارکردهای اجتماعی آنها در عین حال ابزار فرمانروایی یک طبقه هستند و در نهایت رسالت آنها تأمین منافع یک طبقه و پاسداری از منافع طبقاتی و تاریخی یک طبقه است. با توجه به این واقعیت تاریخی، در پی وقوع انقلاب سوسیالیستی و کسب هژمونی طبقه کارگر، دولت کارگری یا دولت پرولتاری نمیتواند مدافع طبقاتی خود نباشد. تفاوت دولت کارگری و دیکتاتوری ناشی از آن در این است که همه دولت‌های پیشین، حتی دموکراتیک‌ترین آنها، دولت اقلیت استثمارگر و ابزار سرکوب اکثریت هستند. حال آنکه پرولتاریا به اعتبار کمی و کیفی بیشینه جمعیت یک کشور را در بر دارد و به وارونه طبقات استثمارگر که اقلیت ناچیزی هستند، دیکتاتوری پرولتاریا دیکتاتوری اکثریت استثمار شوندگان علیه اقلیت استثمار کنندگان پیشین است. بیگمان اگر مارکس و انگلس می دانستند که مبارزه برای برقراری سوسیالیسم به چند سده زمان نیازمند است و کاربرد اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا در آینده‌ای نه چندان دور در فرایند مبارزه طبقاتی و انقلاب سوسیالیستی بار منفی در پی خواهد داشت و پس خوردی تند و اثرگذار بر جای خواهد نهاد، شاید اصطلاح دیگری چون دموکراسی پرولتاریا یا دموکراسی استثمار شوندگان را به کار می‌بردند. آنچنان دموکراسی
که سوای کارگران و مزدبگیران، دهقانان و لایه‌های تهی‌دست و کم درآمد جامعه را هم در بر داشته باشد. با این وجود نباید از یاد برد آنچه که در پی انقلاب پرولتری اکتبر در روسیه تزاری روی داد و طی چند دهه پس از آن در چند کشور اروپای مرکزی و آسیایی با عنوان دیکتاتوری پرولتاریا تقلید شد، بیش از آنکه دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا یا دیکتاتوری کارگران و دهقانان باشد، دیکتاتوری کمینه یا اقلیتی از نخبگان حزبی، نظامی و امنیتی بود. از زاویه دیگر، از شتاب پولیتیزه شدن کشورهای صنعتی در طی سده بیستم کاسته شد. ماشینی شدن صنعت با دستگاه‌های خودکار و اتوماتیک از آهنگ رو به افزایش کارگران کاست و به موازات این کاهش بر حجم و جمعیت لایه‌های میانی و کارگران یقه سفید اصطلاحی که به زودی رایج شد، شتابان افزوده شد. پدیده‌ای که همچنان سیر صعودی دارد و در شرایط کنونی به آن راحتی و آسانی دوران مارکس و انگلس در نیمه دوم سده 19 نمیتوان از اکثریت کمی پرولتری دم زد. اگرچه در برگزاری کمون پاریس در نیمه دوم سده 19 به سبب مشارکت طیف گسترده‌ای از احزاب و جریان‌های سیاسی و اجتماعی بار دموکراتیک این جنبش نمایان بود، اما تجربه انقلاب اکتبر در روسیه و برخورد بلشویک‌ها با طیف‌های گسترده مخالفان از هر موضع و دیگر اندیشان از خودی تا بیگانه در جریان جنگ داخلی و بنای ساختمان سوسیالیسم در روسیه و متصرفات تزاری، همچنین برخورد غیر دموکراتیک سوسیالیست‌ها در کشورهای اردوگاهی چین، ویتنام، کره و کوبا با دیگر اندیشان، حتی کارگران و زحمتکشان دیگر اندیش، مرزهای دیکتاتوری پرولتاریایی را در هم ریخت و بار اتهام دیکتاتوری اوریان بر کمونیستا را آنچنان سنگین ساخته که تجربه درخشان چپ شیلی در دوران حکومت چند ساله سالوادور آلنده و نیز تجربه 10 ساله نخست سندنیستا در نیکاراگوئه دایر بر پایبندی بر روش‌های دموکراتیک حتی در برخورد با مخالفان مسلح خود که آشکارا از جانب ایالات متحده آمریکا پشتیبانی لوجستیکی، نظامی و سیاسی می‌شدند، نتوانسته است از بار منفی دیکتاتوری پرولتری در میان نیروهای خودی بکاهد تا چه رسد به دشمنان طبقاتی. حتی امروز هم نسبت به شیوه رفتار دموکراتیک چپ‌های آمریکای لاتین با مخالفان خشن و سرسخت خود، به ویژه در ونزوئلا، بولیوی، پرو، برزیل و شیلی با دیده تردید می‌نگرند. جدای از این که گروهی از کمونیست‌های وطنی ما چپ انقلابی آمریکای لاتین را بورژوازی و در نهایت سوسیال دموکرات می‌دانند. اگرچه تجربه چپ‌های سوسیالیست در کشورهای آمریکای لاتین که با انتخابات آزاد روی کار می‌آیند تأییدی است از امکان کاربرد روش‌های دموکراتیک در برپایی انقلاب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم، اما هیچ کدام از این تجربه‌ها نتوانسته است اتهام خشونت، سرکوب و دیکتاتوری را از سر راه سوسیالیست‌ها بردارد، زیرا اتهام همزاد بودن کمونیست و دیکتاتوری بیش از 150 سال است که در رسانه‌های جهان سرمایه‌داری و امپریالیستی آوازگری می‌شود و به عنوان یک واقعیت تاریخی جا افتاده است. مقوله دیکتاتوری پرولتاریا
بنا به ارزیابی مارکس و انگلز به معنای حذف دموکراسی در مناسبات سیاسی و پیوند با گروه‌های سیاسی و اجتماعی یا مقوله‌ای متباین با دموکراسی و در جهت خلاف یا انکار شیوه‌های دموکراتیک نیست. به گفته لنین، دیکتاتوری پرولتاریا نسبت به دموکراسی ادعای بورژوایی 100 برابر دموکراتیک تر است و این انقلاب سوسیالیستی اکتبر بود که رسالت ناتمام انقلاب دموکراتیک در روسیه و متصرفات تزاری را به سامان رساند و نه دموکرات‌های مدعی که وظایف دموکراتیک خود را دایر بر پایان دادن به مناسبات فئودالی و دوران ما قبل بورژوایی ناتمام گذاشتند. نه مارکس، نه انگلز و نه هیچ یک از دیگر تئوریسین‌های به نام جنبش کارگری و کمونیستی منکر دستاوردهای انقلاب بورژوا دموکراتیک و در پرتو آن شرایط مناسب برای رشد جنبش کارگری طبقاتی نبوده، از جنبه‌های مثبت آن ستایش نمودند. مارکس بر این باور است هرچه مبارزه دموکراتیک رادیکال‌تر، شرایط برای کارگران فراهم‌تر تا تفنگ‌ها را به آسانی از این دوش به آن دوش اندازند. مبارزه تاریخی بورژوازی با پادشاهان، مسیحیت و دستگاه کلیسایی و بقایای فئودالی شرایط مناسبتری برای رشد طبقه کارگر فراهم آورده است. اما دموکراسی ناشی از انقلاب بورژوا دموکرات مثل هر مقوله طبقاتی دیگری در خدمت استثمارگران نوخاسته، یعنی صاحبان ابزار تولید، بانکداران و جناح‌های سرمایه‌داری است و از این روی طبقه کارگر برای رهایی خود از قید استثمار جز پایان دادن به هژمونی بورژوازی و کسب هژمونی در انقلاب سوسیالیستی و بنای جامعه سوسیالیستی در پرتو دیکتاتوری پرولتاریا چشم‌انداز دیگری در پیش روی ندارد. در جامعه طبقاتی اگر دولت سرمایه‌داری با ادعای دموکراسی به منافع دیگر طبقات هم کم و بیش توجه دارد و همسویی نشان می‌دهد یا با رأی نمایندگان بیش از یک طبقه گزین می‌شود، باز هم تنها یک طبقه را نمایندگی می‌کند، پشتیبان اصلی منافع یک طبقه است و دیکتاتوری یک طبقه را به اجرا در می‌آورد. از این روی دموکراسی بورژوایی نمی‌تواند یک دموکراسی تمام عیار باشد و منافع کارگران و زحمتکشان و توده‌های تولیدست و کم درآمد خودی و بیگانه را که در مقابل منافع استثمارگران قرار دارد نمایندگی کند. چرایی مسئله و پاسخ آن روشن است. نظام سرمایه‌داری مدعی دموکراسی برای تأمین منافع بلند مدت طبقات استثمارگر ناچار است هم طبقات فرودست خودی را استثمار نمایند و هم در سرکوب و به انقیاد درآوردن ملت‌ها تا یا ملیت‌های فرودست مشارکت تام داشته باشند. در نقطه مقابل نظام سرمایه‌داری، شرط نخست برقراری نظام سوسیالیستی و دموکراسی سوسیالیستی در عرصه قدرت سیاسی و اقتصادی خلعیت از مالکان ابزار تولید به سود همگان است. پایان دادن به فرمانروایی استثمار کنندگانی که خود سد راه دموکراسی واقعی هستند و شکستن ماشین سرکوب بورژوازی که ابزار تداوم استثمار است و در پرتو این اقدام ایجاد شرایط لازم و کافی برای تأمین منافع بیشینه شهروندان یک کشور در بردارنده همه مزد بگیران، لایه‌های تهی‌دست و تخت‌خوابوی جامعه و در تداوم این اقدام کنترل همه جانبه تولید کنندگان بر ابزار تولید، کالای تولیدی، توزیع
و مصرف آنان. نه مارکس، نه انگلز، نه لنین، نه گرامشی، هیچ کدام امکان گذار مسالمت آمیز سرمایه‌داری و حتی نظام‌های پیش از سرمایه‌داری به سوسیالیسم و یا بازخرید بورژوازی را تحت شرایط ویژه‌ای رد نکردند. اما کدام طبقه در قدرت است که داوطلبانه قدرت خود را به دیگران واگذار نماید و یا با دیگران به مشارکت بگذارد، جز اینکه قدرت مقابل را از خود تواناتر و نیرومندتر دانسته، جز تسلیم راه چاره دیگری در پیش روی نداشته باشد. از این رو دو شرط اساسی در دستور کار انقلاب سوسیالیستی قرار دارد و نقطه عزیمت این حرکت یعنی آغاز انقلاب سوسیالیستی این دو شرط است: شکستن ماشین سرکوب بورژوازی، پایین کشیدن دولت بورژوایی در قدرت، یعنی پایان دادن به کارکرد ماشین نظامی و اداری، خلعیت از خلعیت کنندگان، یعنی سازمان ابزار تولید، شبکه بخش کالا و خدمات. از این روی شکستن ماشین دولتی و خلعیت از صاحبان ابزار تولید خواه به شیوه مسالمت انجام پذیرد، خواه به شیوه خشونت و کاربرد قهر انقلابی، وظیفه مقدم انقلاب سوسیالیستی و پاسداری از این امر مهم است. امر مهم یعنی جلوگیری از بازگشت استثمارگران به قدرت و جلوگیری از تشدید حیات یا بازسازی ماشین سرکوب بورژوازی، امری که رسالت اصلی دیکتاتوری پرولتاریا تلقی می شود. این پیش شرط یعنی جلوگیری از بازسازی ماشین سرکوب و بازگشت استثمار کنندگان به اریکه قدرت است که کارگران و توده شهروندان را وامی دارد، با اتکاب اکثریت خود، با کاربرد همه شیوه های ممکن از جمله قهر انقلابی، تداوم اعمال محدودیت بر استثمار کنندگان پیشین و محدودیت آزادی آنان که اقلیت ناچیزی هستند، از بازگشت آنان به عنوان ضد انقلاب جلوگیری نماید. به بیان روشن‌تر، دیکتاتوری پرولتاریا، اعمال قهر انقلابی بیشینه مزدبگیران و توده‌های توحیدست، یعنی پرولتاریا و نیمه پرولترهای شهری و روستایی است بر اقلیت کوچکی از شهروندان که صاحبان ابزار تولید، مالکان زمین، صاحبان مؤسسات بزرگ مالی، تجاری، ترابری و خدماتی و در یک کلام سرمایه داران در کلیت خود هستند. اما این اعمال دیکتاتوری در هر صورت علیه کمینه یا اقلیت اندکی است و نه بیشینه یا اکثریت خلق. کوتاه مدت خواهد بود و محدود است به زمان تثبیت دستاوردهای انقلاب سوسیالیستی، بازسازی و نوسازی جامعه و ایجاد نهادهای مناسب مدنی برای تثبیت نظام مردمی و سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیست. از این روی نمیتواند 50 سال، 70 سال یا 100 سال به درازا بکشد و یا در یک دیکتاتوری حزبی امنیتی دیوان سالارانه نمایندگی شود. گره قضیه در این است که احزاب سوسیالیستی در قدرت یا سوسیالیسم واقعا موجود اردوگاهی در درون مایه دیکتاتوری اردوگاهی درون مایه دیکتاتوری پرولتاریا را دگرگون ساختند. حزب به نیابت از طبقه وارد کارزار سیاسی شد، حزب همه کاره شد و اندک شماری از کادرهای حزبی و امنیتی، فرمانروای حزب و جامعه، تالی بورژوازی و احزاب بورژوازی در قدرت شدند. آنچه که به عنوان تجربه دیکتاتوری پرولتاریا بر جای ماند،
نه فرمان روایی اکثریت طبقاتی بر اقلیت استثمارگران پیشین بود، بلکه فرمان روایی اقلیت نخبگان حزبی امنیتی بر پیشینه کارگران، زحمتکشان، دهقانان و اقلیت‌های قومی و ملی بود. در پایان این بحث، بد نمی‌دونم آنچه را هم که مارکس و انگلس در بیانیه کمونیستی یا مانیفست کمونیست با عنوان چشم‌انداز دیکتاتوری پرولتاریا ردیف کردن بیان کنم. یک، سلب مالکیت از زمینداران و صرف درآمدهای زمین برای وظایف دولتی. دو، مالیات تصاعدی سنگین. سه، لغو حق وراثت. چهار، مصادره دارایی های مهاجران و یاغیان. پنج، تمرکز اعتبارات در دستان دولت از طریق یک بانک ملی با سرمایه دولتی و برخورداری از انحصار مطلق. شش، تمرکز ترابری در دست دولت. هفت، افزایش کارخانه های دولتی، وسائل تولیدی، باربر ساختن و اصلاح زمین ها با یک نقشه عمومی. هشت، اجبار کار به طور یکسان برای همگان. ایجاد ارتش صنعتی به ویژه در بخش کشاورزی. متحد کردن مؤسسات کشاورزی و صنعتی با جهتگیری در راستای برطرف کردن تدریجی تفاوت میان شهر و روستا. ده، آموزش عمومی و رایگان کودکان، منع کار کودکان در کارخانه ها به شکل کنونی یعنی دوران مارکس و انگلس، در آمیختن آموزش با تولید مادی و غیره و غیره. این در واقع چشم‌اندازی است که مارکس و انگلس در بیش از 160 اندی سال پیش برای استقرار نظام سوسیالیستی در آینده و برقراری دور موقت دیکتاتوری پرولتاریا یا دموکراسی اکثریت زحمتکشان که اقلیت استثمارگر پیشین را از فعالیت‌های ضد انقلابی باز می‌دارد.